بخش سوم در فراسوی بازیها، ها سیزده اهمیت بازیها، یک بازی ها نسل به نسل منتقل می شوند رد بازی های مورد علاقه هر شخص را می توان در پدر و مادر و اجدادش و همچنین در فرزندانش مشاهده کرد که آنها نیز به نوبه خود این بازیها را به نوادگان او خواهند آموخ مگر اینکه در این میان دخالت بسیار موثری صورت گیرد بنابراین تحلیل بازی ها در قالب تاریخی بزرگی انجام می شود که از صد سال قبل تا دست کم پنجاه سال آینده را در بر می گیرد. گسستن این زنجیر که پنج نسل یا بیشتر را در بر می گیرد ممکن است اثراتی داشته باشد امروز افراد سالمندی هستند که ممکن است حدود دویست فرزند و نبو نتیجه داشته باشند بازی ها ممکن است در انتقال از یک نسل به نسل بعد اندکی تخفیف یابند یا تغییراتی در آنها داده شود اما روی هم رفته خاصیت زاد و ولد درونی آنها در افراد خانواده طبعا اجتناب ناپذیر است و هر نسل معمولا عین بازی های فامیل و رده خود یا نوعی از آنها را بازی می کند. اهمیت تاریخی بازی ها در همین است. دو پرورش کودک در بد امر آموختن این بازی ها به اوست تا یاد بگیرد چه بازیهایی را و با چه اسلوبی اجرا کند. جوامع مختلف و طبقات مختلف یک اجتماع بازی های دلخواه خودشان را دارند و بعضی قبایل یا خانواده های ریشدارتر انواع گوناگون از این بازی ها را اجرا می کنند. اهمیت فرهنگی بازی ها در همین است. سه بازیها حد فاصله بین وقت گذرانی و صمیمیت هستند و همیشه چنین بودند وقت گذرانی ها به مرور کسالت آور می شوند همانطور که مهمانی های تکراری و یک یا طولانی حوصله آدم را سر می برد. از سوی دیگر سمیمیت تو با ملاحظ کاری های سخت خلال ناپذیر است به طوری که والد و بالغ و کودک هر سه از آن پرهیز دارند. جامعه از سراحت خوشش نمی آید مگر در خلوت. عقل سلیم می داند که ممکن است از سراحت سو استفاده شود و کودک از آن می ترسد چون بسیاری از پرده ها را کنار می زند. بنابراین برای گریز از ملال وقت گذرانی ها و ایمن بودن از خطرات ناشی از صمیمیت بیشتر مردم به بازیها پناه میبرند که قسمت اعظم و جالب آمیزش اجتماعی را تشکیل می دهد. اهمیت اجتماعی بازیها در همین است. مردم معمولا دوستان و همکارانی را انتخاب می کنند یا با کسانی دمخور می شوند که همانند بازیهایی را که خودشان دوست دارند اجرا می کنند بنابراین در یک حلقه اجتماعی خاص اشراف، روحانیون، باشگاه های اجتماعی، دسته های جوانان، مراکز دانشجویی و امثال هم هر کس که سرش به تنش بیارزد طوری رفتار می کند که برای حلقه اجتماعی دیگر کاملا نامعنوس و غیر عادی است و برعکس اگر عضوی از یکی از این محافل بازیهایش را تغییر دهد به زودی از حلقه بیرون می افتد. ولی ممکن است در حلقه دیگری با آغوش باز پذیرفته شود اهمیت شخصی بازی ها در همین است یادداشت. خواننده اکنون باید در وضعیتی باشد که فرق اساسی بین تحلیل تبادلی و تحلیل ریاضی بازی ها را تشخیص دهد. تحلیل ریاضی بازی ها به بازیگرانی می پردازد که کاملا منطقی هستند. تحلیل تبادلی بازی ها با بازیهایی سر و کار دارد که غیرمنطقی هستند و به همین خاطر واقعی ترند. چارده بازیگرها بسیاری از بازی را اشخاصی اجرا می کنند که ناراحتی شدید دارند به طور کلی می توان گفت مردم هرچه ناراحت تر باشند با شدت و حدت بیشتری به بازی می پردازن. اما جالب است که بسیاری از مبتلایان به اسکیزوفرنی از بازی خودداری می کنند و اصرار دارند که مردم از لحظه اول با آنها صریح رفتار کنند. در زندگی روزمرده بازی ها از همه بیشتر توسط دو گروه بازی می شوند. اخموها و عوضیها یا عملها. اخمو کسی است که با مادرش هم قهر و دعوا دارد با بررسی دقیقتر معلوم می شود که او در واقع از ابتدای بچگی با مادرش قهر و دعوا داشته است غالبا هم دلایل خوبی در سطح کودک برای قهر و دعواهایش دارد مادر ممکن است در یک دوره بحرانی از زندگی پسر کوچک او را تنها گذاشته و مثلا به بیمارستان رفته باشد یا ممکن است فرزندان متعددی داشته باشد گاهی هم ممکن است این تنها گذاشتن تعمدی تر باشد مثلا مادر به خاطر ازدواج مجدد بچه را از دایره محبت خود بیرون گذاشته باشد به هر حال او از آن موقع تا حالا اخمو مانده است زنها را دوست ندارد اگرچه ممکن است عاشق پیشه باشد از آنجا که این اخم همیشه مانند آغازش تعمدی است اخمو ممکن است در هر دوره از زندگی خود از تصمیمش برگردد همانطور که در بچگی نیز مثلا با فرارسیدن وقت غذا چنین کرده است لازمه این تغییر تصمیم در اخموی بزرگسال نیز درست مثل بچه هاست. او باید اولا بتواند حفظ آبرو کند و ثانیا در ازای اخم چیز قابل ارزشی دریافت کند گاهی یک بازی روانپزشکی که ممکن بود سالها طول بکشد در اثر یک تصمیم کنار گذاشتن اخم ناگهان قطع می شود این کار به آماده سازی دقیق بیمار موقع شناسی و طرز عمل صحیح نیاز دارد بی دست و پایی نشان دادن یا توپ و تشر زدن از جانب درمانگر نتیجه ای ندارد همانطور که در مورد پسر کوچک بی نتیجه بود در دراز مدت بیمار تلافیش را سر درمانگر در می آورد همانطور که پسر بچه با پدر و مادرش چنین می کرد در مورد اخموهای معنس هم موقعیت با اندکی تغییر همین طور است ولی دختر کوچک به طور حد با پدرش قهر و دعوا داشته است بازی چوب زیر بغل آنها هم از زنی که پدری مثل من داشته چه انتظار دیگری دارید باید با دقت و زرافت و سیاست بیشتر و توسط درمانگر مرد مورد بررسی و معالجه قرار گیرد در غیر این صورت درمانگر نیز ممکن است مثل تمام مردهای مثل پدرش در زبالدان بیفتد در نهاد تمام مردم دنیا یک مایه عوضی بودن وجود دارد و هدف از تحلیل بازی ها آن است که مایه در پایین ترین سطح نگه داشته شود عوضی کسی است که شدیدا تحت تاثیر احساسهای والد خود است بنابراین جنبه بررسی اطلاعات بالغ و جنبه دمدمی بودن کودک او در لحظات بحرانی دچار اختلال می شوند و این باعث بروز رفتاری نامناسب و نامتعادل می گردد. در موارد شدید عوضی در کاسلیس و خودنما و ادغام می شود عوضی را نباید با بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی, سرگردان اشتباه کرد چون این شخص هیچ گونه والد فعال ندارد و فعالیت بالغ نیز بسیار اندک است به طوری که مجبور است دنیا و مشکلاتش را همواره از دریچه کودک مخشوش خیش بنگرد جالب است که در اصطلاح رایج عوضی عموما لقب یا صفتی برای جنس مذکر است و فقط در موارد خاص به زنهای مرد صفت اطلاق می شود. ایرادی بیشتر یک امول است تا عوضی ایرادی را بیشتر برای زنها به کار میبرند اما گهگاه برای مردهایی هم که تمایلات زنانه دارند به کار برده می شود. پانزده یک نمونه عالی به گفتگوی زیر بین بیمار ب و درمانگر د توجه کنید ب من برای خودم برنامه دارم می خواهم دیگر همیشه سر وقت باشم. د. من هم سعی می کنم همکاری کنم. ب. اما من اهمیت نمی دم که شما همکاری بکنید یا نکنید. من برای خودم این کار را می کنم. حدس بزنید در امتحان تاریخ چند گرفتم؟ د. هجده. ب. از کجا فهمیدید؟ د. برای اینکه از بیس می ترسی. ب آره بیس می شدم وقتی داشتم برقه را مرور می کردم دو جایش را خط زدم و غلط نوشتم د من از این سوال و جواب خوشم می آید عوضی بازی ندارد ب می دانید دیشب داشتم فکر می کردم که تازگی ها چقدر پیشرفت کردم فکر می کردم حالا فقط 17 درصد عوضی هم د. به هر حال امروز صبح تا حالا که صفر درصد نشان دادی بنابراین در دور بعد محل داری سی و درصد عوضی باشی ب شش ماه پیش بود که همه چیز شروع شد من داشتم به قهوه جوش نگاه می کردم و ناگهان انگار اولین بار بود که آن را واقعا می دیدم و می دانید حالا چه احساسی دارم صدای پرنده ها احساس خوبی به من می دهد. مردم را احساس می کنم که واقعا وجود دارند و مهمتر از همه این که من خودم هم وجود دارم و همین حالا هم وجود دارم. چند روز پیش در موزه هنرهای زیبا بودم و داشتم به یک تابلو نگاه می کردم. مردی از پشت سرم گفت گوگن خیلی خوب است. مگر نه این بود که گفتم من شما را هم دوست دارم و بعد با هم رفتیم نوشابه نوشیدیم او مرد بسیار خوبی بود این سوال و جوابی است به صورت یک رشته تبادل عادی از بازی بین دو بالغ مستقل با تفسیرهای زیر من برای خودم برنامه دارم میخواهم دیگر همیشه سر وقت باشم این بیان البته مسبوق به سابقه یا به اصطلاح بعد از عمل است بیمار تقریبا همیشه دیر می آمد این بار دیر نیامده بود اگر او تصمیم به سر وقت آمدن داشت باید این را جلسه پیش می گفت که نیروی اراده یا تحمیل والد بر کودک درونش را برساند اگر گفته بود این آخرین, با این آخرین باریس که من دیر می آیم این ممکن بود مقدمات شروع یک بازی باشد. اما بیان آغازی بیمار امروز چنین نبود. بیان او یک تصمیم بالغ بود، یک برنامه، نه یک قصد و از آن به بعد هم همیشه سر وقت آمد. من هم سعی می کنم همکاری کنم. این هم در حقیقت یک بیان حمایت کننده یا مقدمه برای بازی من فقط دارم کمک می کنم نبود وقت ملاقات بیمار بلافاصله پس از ساعت استراحت درمانگر بود و از آنجا که بیمار همیشه دیر می آمد درمانگر نیز کم کم عادت کرده بود دیر به اتاق مطب برگردد وقتی بیمار تصمیم خود را اعلام کرد درمانگر هم به جدی بودن او پی برد و وقت شناس شد بنابراین تبادل در اینجا در سطح بالغ بود نکودک که سر به سر شخصیت والدی بگذارد که به خاطر سمت خود مجبور است نقش بابای خوب را ایفا نماید و بگوید میخواهد همکاری کند من اهمیت نمیدهم که شما همکاری بکنید یا نکنید این بر آن تاکید دارد که سر وقت آمدن او یک تصمیم است نه یک قصد که بشود از آن به عنوان نوعی بازی شبیه اعتراض بهرهگیری کرد حدس بزنید در امتحان تاریخ چند گرفتم این یک وقت گذرانی است و هر دو نیز از آن آگاهند و راضیاند که خود را با آن مشغول سازند درمانگر نیازی نداشت که خوشیاری خود را به رخ بیمار بکشد و نشان بدهد که می داند این یک وقت گذرانی است و بیمار هم احتیاجی نداشت که از آن تفره برود. هجده در نظر دقیق درمانگر این تنها نمره بود که ممکن بود بیمار گرفته باشد و دلیلی نداشت که آن را به زبان نیاورد. کمروی ساختگی یا ترس از اشتباه ممکن بود مجبورش سازد که تظاهر به ندانستن کند. از کجا فهمیدید؟ این یک سوال بالغ بود، نه یک بازی وای شما چقدر ماه هستید و سزاوار جوابی شایسته بود. آره بیست می شدم. امتحان واقعی همین بود. بیمار به جای اخم و تخم و توجیح و بهانه با کودک خود صادقانه روبرو شد من از این جواب و سوال خوشم میآید این بیان به جملات نیمچه شوخیامیز بعدی ابراز های متقابل در سطح بالغ بود و احتمالاً چاشنی مختصری از وقت گذرانی بالغ کودک در خود داشت که برای هر دو طرف اختیاری بود و هر دو نیز از آن آگاهی داشتند. برای اولین بار بود که واقعا می دیدم. بیمار اکنون در خودش این حق را احساس می کند که آگاهی مخصوص به خودش را داشته باشد و دیگر مجبور نیست که قهوه جوش و مردم را آنطور که پدر و مادرش به او گفته بودند ببیند و حالا هم وجود دارم. او دیگر در گذشته یا در آینده زندگی نمی کند اما می تواند از آنها به عنوان هدفی مفید استفاده کند. گفتم من شما را هم دوست دارم. بیمار دیگر مجبور نیست با انسان تازه‌ای که به زندگیش وارد شده به بازی موزه های هنرهای زیبا بپردازد گرچه اگر دلش میخواست میتوانست درمانگر نیز به سهم خود مجبور نیست دست به بازی روانپزشکی بزند در این جلسه مشاوره لحظات و فرصتهای بازی بود که او میتوانست موضوع حالت تدافعی بیمار و نکات نمادین دیگری را برای بحث و تحلیل رفتار بیمار پیش بکشد اما به خود این اجازه را داد که از این نکات بدون احساس ضرورت و استرار بگذرد اما به منظور ثبت و حفظ جزئیات برای بررسی های آینده درمانگر لازم دید جاهایی را که بیمار در ورقه امتحانش خط زده و عوض کرده بود یادداشت کند متاسفانه طی بقیه وقت آن جلسه 17 درصد عوضی بودن که در بیمار باقی مانده و 18 درصدی که در مانگر بود گهگاه خود را نشان میداد. خلاصه اینکه مراحل فوق اساس فعالیتی آری از بازی است که با کمی وقت گذرانی روشن شده باشد. شانزده تسلط بر خود تسلط بر خود از طریق کسب سه قوه ذهنی ایجاد می شود آگاهی تیب خاطر و سمیمیت آگاهی آگاهی یعنی قدرت اینکه آدمی خودش قهوه جوش را ببیند و صدای پرندگان را بشنود نه آنگونه که به او یاد دادند به دلایل موجهی می توان فرض کرد که کیفیت دیدن و شنیدن در بچه ها و بزرگ سالان با هم فرق دارد و کودکان در سالهای اولیه زندگی خود دارای احساس بیشتر و قوه تفکر کمتری هستند پسر کوچک صدای پرندگان را با شادی می شنود. بعد بابای خوب می آید و احساس می کند که باید در این تجربه سهیم شود و کمک کند ذهنیات پسرش توسعه یابد میگوید نگاه کن آن یک زاغچه است و آن یکی گنجشکی معمولی همین که به پسر کوچک بگوید کدام زاخچه و کدام گنجشک معمولی است پسر کوچک دیگر نمیتواند خود پرندگان را ببیند یا خود صدای آنها را بشنود اکنون مجبور است آنطور که به میخواهد آنها را ببیند و آوازشان را بشنود اکنون مجبور است آنطور که پدر میخواهد آنها را ببیند و آوازشان را بشنود پدر نیز به سهم خود دلایلی دارد او معتقد است معدودند کسانی که بتوانند با شنیدن آواز پرندگان امرار معاش کنند و پسر کوچک هرچه زودتر آموزش خود را آغاز کند بهتر است شاید وقتی بزرگ شد پرنده شناس شود هنوز عده معدودی به همان راه های قدیم میشنوند و میبینند. اما امروزه بیشتر مردم توان نقاش شاعر یا موسیقیدان شدن را از دست دادهاند و حتی اگر امکانش را داشته باشند نمی توانند خیلی چیزها را به طور مستقیم و دست اول ببینند و بشنوند و باید دست دوم تحویل بگیرند بازیافتن این توانایی همان آگاهی است آگاهی جسمی یعنی ادراک اصیل همراه با تخیل اصیل شاید دست کم در افراد معین درک اصیل در زمینه تعم و بو و حلکات وجود داشته باشد و همین است که استادان این رشته ها را به وجود آوردند یعنی سراشپس و عدسازان و رقاصان که مشکل ابدیشان یافتن اشخاصی است با صلاحیت برای قدردانی از ساخته هایشان. آگاهی مستلزم زیستن در این مکان و در این زمان است نه در جاهای دیگر و نه در گذشته و آینده تصویر گویایی از زندگی آمریکایی رانندگی شتابزده زده صبح هاست برای رفتن به سر کار سال مهم این است این آدم ها که چشمشان اینجاست دلشان کجاست سه مورد آن وجود دارد یک مردی که تنها فکر و ذکرش به موقع سرکار رسیدن است او از همه پردتر است جسمش پشت فرمان اتومبیل است اما روحش در پاشنه در اتاق کارش از تمام اشیا و آدم های محیط بلا فصل خود بیخبر است مگر اینکه مانعی باشد بر سر راه رسیدن جسم او به روحش او یک عوضی است که تنها فکر و ذکرش جلب نظر رئیسش است اگر دیر شود آنچنان تند می رود که نفسش به شماره می افتد. کودک معترض تحت تسلط اوست و به بازی ببین من چقدر سعی کردم مشغول است هنگام رانندگی تقریبا به کلی تسلط بر خودش را از دست داده است و از لحاظ جوهر زندگی نیز بیشتر یک مرده است تا یک زنده این یقینا بهترین شرایط برای ایجاد فشارخون و بیماری قلبی است دو اخمو از طرف دیگر اخمو آنقدرها که پایبند پیدا کردن عذر و بهانه برای دیر رفتن است پایبند سر وقت رسیدن نیست رویدادهای ناگوار چرا قرمزهای بیموقع و بدرانندگی کردن و حمایت دیگران همه برای طرح کلی خلق او مناسبند و باطنا از آنها استقبال می کند. چون به کودک اسیانگر او و والد پیروی قانونش اجازه می دهند به بازی ببین من مجبورم چه کار کنم بپردازد او نیز از دنیای اطراف خود دور و بیخبر است مگر اینکه به بازیش صحه بگذارند به طوری که نیمه زنده باشد جسمش در اتومبیل است اما دلش در بیرون ایپ ها و بیانصافیهای های دیگران را جستجو می کند سه آنچه عمومیت کمتری دارد راننده بلپتر است مردی که تنها رانندگی می کند و رانندگی کردن پشت فرمان اتومبیل برایش عمل و هنر است وقتی با ظرافت و سرعت از میان ترافیک می لغزد و پیش می رود با وسیله نقلیش پیوند و یگانگی دارد او نیز از دنیای اطراف خود بیخبر است گرچه از خودش و از اتومبیلش آگاهی کامل دارد بنابراین تا این حد زنده است این گونه رانندگی کردن یک جور وقت گذرانی بالغ است که کودک و والد او نیز ممکن است از آن رضایتمندی کسب کنند چار مورد چهارم انسانی است که از دنیای دوروبرش آگاهی دارد و عجله نمی کند چون در لحظه حاضر و در دنیایی که اینجاست زندگی می کند با آسمان و درختها و مردم و احساس تحرک عجله کردن همانا نادیده گرفتن محیط است و تنها درگیر نفس بودن و خودپرستی مردی چینی وارد ایستگاه قطار زیرزمینی شد تا سوار قطار محلی شود همراه او که مردی سپید پوست بود پیشنهاد کرد سوار قطار سری شود چون 20 دقیقه زودتر به مقصد می رسد و آنها هم همین کار را کردند وقتی در ایستگاه سنترال پارک پیاده شدند مرد چینی روی یکی از نیمکت‌های پارک نشست و وقتی تعجب همراهانش را دید علت این کار خود را چنین توضیح داد خب الان که 20 دقیقه وقت صرف جویی کردیم می توانیم بنشینیم ما از منظره پارک لذت ببریم انسان آگاه زنده است چون میداند چه احساسی دارد و در چه زمان و مکانی زندگی می کند میداند بعد از آنکه مرد و زیر خاکرفت درخت ها هنوز باقی خواهند بود ولی او دیگر نیست که آنها را تماشا کند بنابراین می خواهد امروز تا آنجا که امکان دارد از آنها لذت ببرد تیب خاطر تیب خاطر به معنای داشتن حق انتخاب است یعنی آزادی در ابراز و انتخاب نوع احساس از میان طبق بندی موجود احساس های والد، احساس های بالغ و احساس های کودک تیب خاطر یعنی رهایی رهایی از اجبار به انجام دادن بازی ها و داشتن احساس هایی که به او آموخته شده است سمیمیت صمیمیت یعنی رابطه باز و بیشیل پیله و خود به خودی و صادقانه و آری از هر بازی یک انسان آگاه و رها ساختن کودک فهمیده و تباه نشده که در این مکان و در این زمان زندگی می کند. به تجربه نشان داده شده است که ادراک واقعی انفعال برانگیز است و بیشیل پیله بودن محرک احساسهای مثبت و خوب است به طوری که حتی صمیمیت یک جانبه هم واقعا وجود خارجی دارد چیزی که البته با نامی دیگر بین فریبندگان حرفه‌ای مشاهده می شود اینان می توانند شرکای خود را بدون اینکه خودشان درگیر شوند تسخیر کنند برای این کار اجازه می دهند که طرف در چشم آنها نگاه کند و همه چیز را بی پیله بگوید در حالی که فریب دهنده خواهزن باشد و خواه با احتیاط کامل فقط تظاهر به صمیمیت متقابل می کند. از آنجا که صمیمیت از های کودک طبیعی است اگرچه آن را با تعریف پیچیده تر روانشناختی و جامع شناختی توصیف کردند تنها موقعی به نتیجه مطلوب می رسد که هرگز بازی در آن رخنه نکند. غالبا تطابق با تأثیرات والد است که آن را می کند و متاسفانه این رویدادی است همگیر و جهانی اما بیشتر نوزادان قبل از اینکه وضع روحیشان آلوده و زایع شود محبت انگیزند و تجربه نشان داده که ماهیت, اسا ماهیت اساسی صمیمیت همین است هفته تسلط بر خود چگونه به دست می آید؟ پدران و مادران آگاهانه یا ناآگاهانه از بد به تولد نحوه رفتار و تفکر و احساس و ادراک را به کودکان خود می آموزند. رهایی از این تأثیرات کار آسانی نیست چون این تأثیرات عمیقا در تار و پود شخصیت ریشه می دباند. و در زم طی 20 یا 30 سال اول زندگی برای بقای زیستی و اجتماعی او لازم است. در واقع این رهایی تنها موقعی امکان پذیر می شود که شخص وارد مرحله تسلط بر خود می گردد یعنی دارای قوه آگاهی و تیب خاطر و صمیمیت می شود و این ازم را پیدا می کند که چه قسمتهایی از آثار تعلیمات پدر و مادرش را حفظ کند و چه چیزهایی را کنار بگذارد در بعضی از لحظات خاص در عوایل زندگی او تصمیم میگیرد که چگونه خود را با این تعلیمات تطبیق دهد زیرا این تطابق طبعا طی سلسله تصمیماتی انجام می گیرد که ممکن است در آینده تغییر یابد چرا که هر تصمیمی تحت شرایط مساعد قابل برگشت است بنابراین تسلط بر خود از راه پاک کردن ذهن از کل تأثیرات نامربوطی صورت میگیرد که در پسول 13 14 و 15 مورد بحث قرار گرفت و این هرگز تمامی ندارد همواره جنگی علیه دوباره فرو رفتن در های گذشته در جریان است. بدبند به طوری که در فصل سیزده گفته شد لازم است کوه سنت های و خانوادگی از روی ذهن برداشته شود. مانند مورد اهالی قبیله در گینه جدید که در کتاب مارگارت ذکر شده است سپس تاثیرات زمینه های آب اجدادی و اجتماعی و فرهنگی فرد نیز باید زدوده شود و همین کار را باید با انتظارات جامعه اصل حاضر انجام داد و بالاخره باید تمام یا بخشی از امتیازاتی که فرد از حلقه اجتماعی خیش میبرد فدا شود آنگاه تمام اختیارات و لزایزی نیست که با اخمو بودن یا عوضی بودن نصیب شخص می شود و در فصل چهارده مورد بحث قرار گرفت باید یک جا به دور ریخته شود در پی این صدایش ها فرد باید تسلط بر زندگی خصوصی و اجتماعی خود را حفظ کند به طوری که تمام رده های رفتار انسانی که در جدول زمیمه انتهای کتاب آمده است شاید به استثنای رویاه ها برای او و با اراده او و آزادانه انتخاب گردد. در این مرحله است که او آمادگی ایجاد سمیمیت با انسان دیگری را خواهد داشت آنطور که در الگوی فصل پونزده شهر داده شد در اینجاست که او این امکان را دارد که توانایی هایش را برای تسلط بر خود توسعه دهد در اصل کل این تدارک شامل یک نوع جدایی مسالمت آمیز از پدر و مادر و نیز از سایر تاثیرات والد است به طوری که در هر فرصت مناسبی بتوان فارغ از احساس حاکمیت آنان از روی میل به دیدارشان رفت هجده بعد از بازی ها چه؟ در بخش های اول و دوم این کتاب تصویر غمانگیزی از زندگی انسان ارائه شده است. زندگی یعنی پر کردن زمان تا رسیدن مرگ، و البته اگر انتخابی در کار باشد با حداقل انتخاب در مورد نوع شغل در این انتظار طولانی این تصویر اگر چه رایج است پاسخ نهایی نیست برای عده معینی که خوشبختند عاملی در کار است که از تمام ردبندی های رفتار انسانی فراتر می رود و آن آگاهی است عاملی در کار است که از برنامه ریزی های گذشته در می و آن تیب خاطر است عاملی در کار است که از تمام بازی ها لذت بخشتر است و آن سمیمیت است اما این هر سه ممکن است برای کسانی که آمادگیش را ندارند وحشت و حتی خطرناک باشد کسانی که آمادگی ندارند شاید بهتر باشد از این هر سه عامل آری باشند و حل مشکلات خود را از راه فنون عام اجتماعی مانند با هم بودن بجویند این سخن شاید چنین تعبیر شود که برای نوع بشر امیدی نیست اما برای فرد فرد اعضای آن امید وجود دارد بندی رفتار انسانی در هر لحظه از زندگی انسان در یک یا چند رده رفتاری زیر درگیر است رده اول رفتاری که در درون برنامه ریزی می شود روانی قدیمی رفتار خودمانی راسته ها الف رویاها به خیال بافی ها تیره ها یک خیال با های خارجی، برآورده شدن آرزوها، دو، تبادل در خودمانی تطابق نیافته، سه، تبادل در خودمانی تطابق یافته با برنامه ریزی روانی جدید، ج، گریزپایی ها، د، رفتارهای هزیانی، چار، اعمال غیرعمدی، تیره ها، یک، تیک ها، دو اطفارها سه اعمال مبدل و کارهای دیگر رده دوم رفتاری که مشمول سیر احتمالات است روانی جدید رفتار تثبیت شده راسته ها الف فعالیت ها تیره ها یک شغل و داد و ستد و امثالهم هم دو ورزش ها و سرگرمی ها و امثالهم هم به رویه ها تیره ها یک به جریان انداختن اطلاعات دو فنون ج کارهای دیگر رده سوم رفتار بر اساس برنامه ریزی اجتماعی بعضا روانی برونی رفتار اجتماعی راسته ها الف مناسک و مراسم به وقت گذرانی ها ج عمل ها و ترفند ها د بازی ها زیر راسته ها الف بازی های حرفه ای تبادل های زاویه دار بازی های اجتماعی تبادل های مضاعف ج صمیمیت در این طرح بازی های اجتماعی که پیش از این مورد بحث قرار گرفت به قرار زیر رده بندی می شود. رده سوم رفتار بر اساس برنامه ریزی اجتماعی راسته د بازیها، زیر راسته به بازیهای های اجتماعی. سمیمیت آخر خط و پایان ردبندی رفتار و قسمتی از زندگی وارسته از بازی هاست. خواننده آزاد است که این ردهبندی را قبول نداشته باشد. اما نباید آن را مسخره کند یا به آن بخندد صمیمه شدن آن در اینجا نه از جهت عشق من به آن بلکه به خاطر برتری واقعی و عملی و کارکردی آن است بر هر ردبندی مورد استفاده کنونی این ردبندی ممکن است استفاده مورد استفاده کسانی قرار گیرد که به ردبندی علاقه یا احتیاج دارند